چاه کن ته چاه است. این ضرب المثل به این معنی است که اگر کسی برای دیگران بد بخواهد، خودش نیز دچار مشکل خواهد شد. در واقع بازتاب اعمال ما به خود ما باز می‌گردد. داستان ضرب المثل. خلیفه عباسی با مردی دوست شد و از همنشینی با او لذت می‌برد. خلیفه یک خدمتکار داشت که بسیار حسود بود. خدمتکار مرد را به خانه خود برای نهار دعوت کرد و در غذای مرد سیر زیاد ریخت تا دهان او بوی بد بگیرد. بعد از صرف نهار خدمتکار به مرد گفت: در این غذا سیر زیاد وجود داشت و دهان تو بوی بد گرفته است. پس وقتی نزد خلیفه رفتی جلوی دهان خود را بگیر. خدمتکار به نزد خلیفه رفت و گفت: مرد پیش او آمده و گفته دهان خلیفه بوی بد می دهد. خلیفه از مرد می خواهد که نزد او برود. وقتی مرد به نزد خلیفه رفت دهان خود را گرفت تا بوی بد دهانش خلیفه را اذیت نکند. خلیفه فکر کرد که این کار او به خاطر بوی دهان خودش است. بنابراین خلیفه روی کاغذ نوشت: گردن این شخص که نامه در دست او است را بزن. بعد کاغذ را مهر کرد و به دست مرد داد و به او گفت نزد قاضی برو. مرد کاغذ را گرفت و رفت. در راه به خدمتکار برخورد کرد. خدمتکار پرسید کجا می رود؟ مرد پاسخ داد که خلیفه به او نامه‌ای داده است که نزد قاضی ببرد. خدمتکار پیش خود فکر کرد که نقشه‌اش خراب شده و خلیفه از رفتار مرد خوشش آمده است و اکنون می‌خواهد به او پاداش بدهد. خدمتکار به مرد گفت نامه را به من بده تا نزد قاضی ببرم و مرد هم پذیرفت. به این ترتیب خدمتکار به جای مرد کشته شد و رفتار بد او به خودش برگشت.